بر اساس گزارشی که یک نهاد حقوق بشری در اوایل ماه گذشته میلادی منتشر کرد، طالبان از زمانی که در آگوست 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، نزدیک به 2000 نفر را به طور خودسرانه در افغانستان بازداشت کردند. دیدبان حقوق بشر نسبت به تداوم بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران توسط طالبان در افغانستان هشدار داده است. این نهاد حقوق بشری زندانی شدن مرتضی بهبودی، روزنامه‌نگار فرانسوی افغانستانی را غیر قانونی خوانده و از طالبان خواسته که وی را فوری آزاد کنند. همچنین نهادهای حامی رسانه‌های محلی در افغانستان و سازمان ملل متحد از طالبان خواستند که بازداشت خودسرانه خبرنگاران محلی در افغانستان را متوقف کنند. به گفته فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، در ماه مارس 21 خبرنگار در سراسر افغانستان بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه اخیرش در مورد وضعیت خبرنگاران افغانستان از افزایش تهدید، احضار برای بازجویی و دستگیری خودسرانه خبرنگاران در افغانستان خبر داد. برای بررسی بیشتر در این مورد، آقای سید میثم احسانی فعال سیاسی با ما همراه هستند. آقای احسانی، سلام، وقت شما بخیر. سلام، وقت شما بخیر، سلامت باشید. خدا قوت. آقای احسانی، در صورت ادامه یافتن بازداشت‌ها و شکنجه خبرنگاران از سوی طالبان، وضعیت آزادی بیان چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. بسیار ممنون. من بخواهید خلاصه بگویم که با توجه به وضعیتی که در افغانستان حاکمه، پس از اینکه طالب ها تسلط مجدد به افغانستان پیدا کرد، ما به بسیاری حوزه های مختلف شاهد یک سری بی‌نظمی ها و یک سری حرکت های بسیار چی بودیم؟ از هم گسیخته بودیم و به یک نحوی در افغانستان با یک نظام قدرتمند و متنی بر اراده مردم را نداشتیم. از این جهت وقتی ما در حوزه آزادی بیان را در افغانستان شدیم، با توجه به اینکه طالب ها در واقع اعتقاد به این دارند که با تقلب و زور در واقع افغانستان را به طرف برانده و تصفیح پیدا کرده، از این جهت هر مخالفت با تصفیح باور و اعتقادی که طالب ها دارند صدای اعتراضی را در واقع مساوی به تفاوت در برابر نظام چون در برابر حاکمیت نه آینده همونطور که در گذشته در دو سال گذشته آینده بسیار تاریک گذشته بسیار تاریک آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان سپری کرده، در آینده هم این با موجودیت حاکمیت طالب ها این وضعیت همچنان دوام انتظار پیدا کرده. تشکر میکنم آقای احسانی از حضورتون در این برنامه. میثم احسانی فعال سیاسی با ما همراه بودند.